دیروز مقابل ساختمان بی بی سی این جمعیت جمع شدند، ولی بی بی سی جهانی هیچ تصویر خبری از آن منتشر نکرد و تنها این عکس است که از پشت بام ساختمان‌های مشرف به ساختمان بی بی سی حقیقت را نشان می‌دهد و حامیان غزه اینطور بی بی سی را زیر پایشان له می کنند. لندن در کنار سیدنی، ملبورن، تهران و پاریس امروز شاهد یکی از بزرگترین راهپیمایی ضد جنگ غزه بود. هزاران نفر از بریتانیایی ها به مرکز شهر لندن آمدند و خواهان پایان جنگ و تحریم اسرائیل شدند. سعید هاشمی از این راهپیمایی گزارشی فرستاد. صدای طبل مخالفان جنگ باز هم در مقابل ساختمان یکی از بزرگترین شبکه‌های خبری جهان. مخالفان جنگ غزه امیدوارند از مقابل ساختمان اصلی بی بی سی توجه سیاستمدارها را متوجه افکار عمومی کند. اومدم تا با مردم فلسطین ابراز همبستگی کنم. مردمی که دههها سرزمینشون اشغال شده و مورد حمله نظامی قرار گرفتن و همچنان از سوی جامعه بین المللی نادیده گرفته میشن. من همیشه در این تظاهرات نشون میدم که یهودی هستم، چون معتقدم که اسرائیل حملاتش رو زیر چتر دفاع از اسرائیلی ها توجیه میکنه. به نظر من این اشتباهه. این حمله آخر سر هیچ چیزی به جز حمله به اتحاد فلسطینی ها نبوده. تبعات این جنگ فقط دغدغه‌های انسانیش نیست، بلکه نشان دهنده بحران سیاسی هم هست. ما سال‌هاست که برای حل این مشکل دور هم جمع میشیم و تا زمانی که راه حلی پیدا نشه به این کار ادامه میدیم. این راه حل فقط با رسیدن فلسطینی‌ها به حقوقشون به دست میاد. من اومدم چون نمیتونم هر روز و هر هفته از خونه شاهد گزارش‌ها از غزه باشم. اگه هر کشور دیگه‌ای در جهان به این صورت بچه‌های بیگناه رو تو خونه‌هاشون می‌کشت، جامعه جهانی به سرعت در مورد معاملات نظامی با اون کشور تجدید نظر می‌کرد. اما اسرائیل استثناست. سیاستمدارها باید فروش اسلحه به اسرائیل رو متوقف کنند. از زمان آغاز جنگ غزه این محله و مقابل ساختمان بی بی سی بارها شاهد تظاهرات اعتراضی مخالفان جنگ بوده. مردم از اقشار مختلف امروز اینجا جمع شدن. مسلمان، مسیحی و یهودی اومدن تا پیام اعتراض خودشون رو به گوش سیاستمدارهای این کشور، اتحادیه اروپا و آمریکا برسونن. اینکه اسرائیل رو تحریم نظامی کنید و به محاصره غزه پایان بدید.